درود دارم به شما بینندگان تلویزیون راه کارگر. امیر جواهری هستم. برنامه امروز چهارشنبه 22 خرداد 1398 برابر با 12 ژوئن 2019 میلادی رو تقدیم شما نازنینان میکنیم. در ابتدای برنامه یادبود رفیقمان ایدین نعمتی رو که برگرفته از اعلامیه هیئت اجرایی سازمان ما و بخشان تمنیات خودم تهیه کنندهش هست، در ادامه قسمتهایی از شعرخوانی رفیق ایدین در برنامه‌ای که در فوریه 2017 در شهر محل زندگی او تورنتو برگزار شد رو هم گوش می‌کنیم. در ادامه برنامه رویدادهای سیاسی هفته از ارژنگ بامشاد رو داریم که در اون ارژنگ بامشاد تاکید می‌داره بر اون که جنبش مردمی امروز در ایران به عنوان جنبشی آشکارا مطالباتی و متکی بر بخش‌های گوناگون اجتماعی از جنبش رأی منکو بسیار عمیق‌تر و خواستای سرراستری همراهه. به همین دلیل به راحتی حاکمیت نمیتونه اون رو سرکوب بکنه. امیدواریم این دو برنامه که امروز در خدمت شما ارائه میدیم مورد توجه شما بینندگان عزیز قرار بگیره. با ما باشید. درود دیگر بار. یادداشتی رو که در این ویژه برنامه گرامی داشته یاد ایدی نعمتی خدمتتون عرض می‌دارم بدین است. ودا با ایدی نعمتی نازنین. سازمان کارگران انقلابی ایران راه کارگر جمعه 17 خرداد 98 برابر با 7 ژوئن 2019 یکی از اعضا و همرزمان ثابت قدم خود را از دست داد. ایدی نعمتی مبارز خستگی ناپذیری که از آغاز شکل‌گیری سازمان ما برای پیکار و سوسیالیستی سنگر راه کارگر را برگزیده بود، پس از یک بیماری طولانی در شهر تورنتو کانادا چشم از جهان فرو بست. خود می سراید کمی بیشتر از همیشه دوست دارم، کمی از بیشتر از همیشه دوستم بدار، شاید سهم فردا را نبینیم، اینجا سرزمین یادها گمشدنهای ناگهانیست. بدین ترتیب ایدی نعمتی عزیزم ناگهان گم شد. ایدی در شهر آقاجاری خوزستان در آغاز فروردین 1133 پا به جهان گذاشت و به این مناسبات فرخنده بود که پدر و مادرش او را ایدی نام دادند. او در یک خانواده کارگری قد کشید و از همون آغاز هویت طبقاتی خود را دریافت و همیشه بر اون وفادار ماند. با همین هویت بود که به ادبیات و شعر روی آورد و نوشتن را از روزنامه دیواری دبیرستان آغاز کرد. او خود در این باره گفته که در فضایی که بوی بابونه و نفت میداد دنیا را نظاره برای فهم زندگی به کتاب پناه می بردم. از اونجا که در جوامع استبداد زده دیواری مرز هنر و ادبیات را از سیاست جدا نمی کند، سر بر بالش سیاست گذاشتم به خوابهای آشفته‌ای که تا همکنون ادامه دارد شروع شد. چند سالی نیز به گفته زندیاد بهازین میهمان آقایان بودم. اونگاه که روی صدای مردم به ساحل زندگی باز آمدم، هنوز عرقها خوش نشده آواره دنیا شدم. در تمام این سالها شعر همدم و همراه من بود. در گذشت شمخم روزگار اگر تاریخ از رویدادها فاصله میگیرد تا آنها را باز میکند، هنر و ادبیات از درون با هستی و گذران آدمی سر کار دارد و شعر نزدیکترین و درونیترین روایتگر آدمی است. ایدی
که با آزار و آهنگ به میدان آمدن مردمانمان شورش های خیابان های دیماه 96 رو در سراسر کشورمان می شنود، اینگونه می سراید. در خیابان های شورشی گرسنگان سال های آتش شب را آتش می زنند، می کوبند بر طبل ها، بیداری بزرگ در راه است برای رسیدن به نان و آزادی، دریا سرشار از شکوفه های طوفان است. به دنبال فعالیت های سیاسی، ایدی نعمتی در سال 1354 همراه عده‌ای از مبارزان سیاسی چپ در گچساران دستگیر میشه و تا شروع حرکت های انقلابی مردم در زندان عادل‌آباد شیراز زندانی بود و در همون جا بود که با عده‌ای از رفقای زندانی که پس از انقلاب در ایجاد راه کارگر نقش تعیین کننده ای داشتن آشنا میشه. ایدی بلافاصله پس از آزادی از زندان مبارزاتش رو در گشتاران پی میگیره و در ایجاد شورای کارگران پروژه‌ای و فصلی صنعت نفت گشتاران نقش بسیار مهمی ایفا میکنه. بعد از حمله نیروهای سرکوب به جمهوری اسلامی که متوجه همه تشکل‌ها و احزاب و سازمان‌ها و گروه‌های مختلفی بوده، به این شورا هم در واقع سر میکشه. ایدی ناگزیر از گشتاران متواری میشه و فعالیتش رو در تشکیلات راه کارگر شیراز ادامه میده و بار دیگه تو سال 1359 در ارتباط با اعتراضات سندیکای کارگران پروژه‌ای و فصلی آبادان در محل شرکت نفت شیراز دستگیر میشه و پس از گذراندن 6 ماه در زندان عادل‌آباد شیراز آزادیش رو باز میابه. ایدی پس از ضربه خوردن تشکیلات راه کارگر در شیراز توانست جان سالم بدر بره و چند سال بعد ناگزیر میشه از ایران خارج بشه و به کانادا خودشو برسونه. او پس از آزادی از زندان در همان دوره فعالیت در شیراز با زنده‌یاد الهام بوریری که او نیز از فعالان سازمان راه کارگر بود و بعدها در همون شهر تورنتو به بیماری سرطان درگذشت آشنا میشه و ازدواج میکنه. ایدی که از زندان دهه 60 گذر کرده بود، شلاق این دوره که بر تن رفقا و بیشمارانی نشست، برای تابستان 67 این گونه میسراید. سال 67 طوفان از خم کتف ها میگذرد، از گردن آونگ مرگ میسازند و عاشقان به رقص می آیند تا شکوه بودن را در اون سوی تناب آغاز کنند، تا پرده بیفتد افتادند به خاک و باد با غنیمتی از مرگ به پنجره ها می کوبد. تابستان 67 بوی دریا و سفر می دهد. و در جای دیگر می سراید در سال گشت پرپر شدن گلها، هر تابستان در مرور خاطره ها از هزار توی زمان، به صندلی به دار میرسم، به پاها به پشت پشتی دنبایی ها. ایدی در جریان تمام تلاش های مبارزاتی و انسانیش همبسته و همیشه به قول خودش با شعر و ادبیات همدم و همراه بود و علاوه بر مقالات متعددی که در حوزه ادبیات و سیاست نوشت، 4 کتاب شعر ازش منتشر شده با این عناوین: چقدر سوراخ در این دیوار است در سال 2008، صمیمیت های غارت شده رو به سال 2012 در آورد، باد از پس پلک باد میوزد سال 2014 و آخرین انار پاییز هم سال 2017 و بر پایه آخرین شنیده هم نشر مهری در لندن کتاب جدیدی از او رو از زیر چاپ داده که حتما در آینده اون رو در یکی از برنامه ها معرفیش خواهیم کرد. اینک ایدی جسمن همراه ما نیست. سوسن و مرار و سیاوش با مایم و ما با آنها. ایدی با شیدایی هرچه تمامتر به دخترش مرار می نویسد: نیمشب صدای گریه مرا به اتاقت می کشاند. تو نیستی. صورت تمام عروسک هایت خیس است. به نوبرانه ایمیز برای سوسن عزیز می نویسد:
در همون مراسم شعرخوانی تورنتو میگوید سوسن در تمام زمانی که خرچنگی که بر جان من چنگ انداخته بود در کنار من بود و من را تیمار میداد. میشراید گاگا که گم میکنم تو را در هیاهوی صداها امور سایه ها چیزی از جنس ترس میفتد روی خیال من. معجزه نیست، تنها دست های تو اعتبار اعتمادند و اونجا که تو ایستاده ای گذشته در ریست که خون زندگی خشکیده بر سنگ های آن و آینده شادی بی پایان و بوسه ایست که رو به گل ها می شکفت دست در دست. جهان در حلقه نگاه ما سبز می شود و تو سطر اول شعری می شوی که زندگی است. باری ایدی بار بندیل خود را به سرمنزل دیگری بست و بدون خداحافظی از ما کوچ کرد. کنده شدیم، نه که بار بندیل بسته باشیم و آماده. خزان بود و جاده های گلالود از سینه جنگل بالا می کشید دود، اما از دهان آتش می گریختیم. چهار جهت مفهوم خود را از دست داده بود. ما به شتاب می رفتیم تا از چشم مرگ پنهان شویم. در فراخی هرچی پیش آید این دنیا 30 سال اندی می رود که از بهشت شما گریخته ایم. دل بسته شورش خیابانهای وطن خیال به خیال گره می زنیم. شکوفه کرده گل سرخ امید بر ساقه های خیال، برانیم دیگر بار بارو بندیل بربندیم. باری اینک رفیق ایدی نعمتی دیگر در میان ما نیست، اما نام و یاد او همیشه با ما خواهد بود و تا پیکار برای سوسیالیسم، آزادی، برابری و همبستگی تبار انسانی ادامه دارد فراموشی نخواهد دید. او به جهان بیمرز باور داشت و در اکتبر 2018 می سراید ای کاش مرزی نبود، می توانستی از این سوی زمین برای اون سو دستی تکان بدهی، بی دغدغه‌ای ناگهانی حضور ترس در کوچه های جهان قدم بزنی، کلاه از سر برداری، به رهگذری ناآشنا صبح خیر بگویی و لیوانی چای در سلامت فاصله بنوشی، بی وایمه‌ای از سیمه های خاردار تفنگ ها. ای کاش مرزی نبود برای فردا و فرداهای بهتر. فردا دست دراز میکنیم از پهنه آفتاب تا سینه زمین، از دل این شب تا ستاره به خاک بوسه زند. ایدی نعمتی همان گونه خود میگفت از خاک، از سرزمین بابونه و نفت در آقاجاری جوانه زد، پناهجوی کتاب و قلم شد، گداخته شد در باد و باران اشغاتش، سیاست زحمت کشان را برگزید، با شعر بر سلطنت و شریعت شورید و به قامت دو رژیم در زندان عادل‌آباد شعر خواند، جام انقلاب را عاشقانه سرکشید و خروشید، به شاعر شورشی تبعیدیان شد و ماند. خداحافظ بهار سوخته، ماه سرخ، رفیق تنها و شاعر پیراهنه های روی بند و بوی داغ می آید و از پس این زمستان های بیلشکر فردا تو آرام می گیری و ما در عصر رخداد های ناگهانی از لابلای شیداترین دایه ها گوش بر زمین می گذاریم تا بشنویم از تو، از مهربانترین ستاره خندان در سرزمین سخت تبعید که شود جای گلوله روی دیوار است، که چقدر رنگین کمان صدای انسان به همین جنبش در گستره خاک بند است. در میان در گذشت ایدی عزیز را به همسر گرامیش سوسن، فرزندان دلبندش مارال و سیاوش و همه دوستان و همرزمان او با تأثر یاد میکنیم و شریک اندوهشان هستیم. خدا حافظ رفیق نازنین من ایدی. خدا حافظ. خدا حافظ. از کتاب اول چقدر سوراخ روی این دیوار است، دو تا شعر میخوام براتون بخونم.
گم کردم تو را کنار همین خیال پریشان. نمیدانم دیروز بود یا پار یا پیرار، یا که دیر سالی گم در غبار روزگار. تنها میدانم گردبادی آمد تو را با خود برد، پیران گفتند آخر زمان است. حالا از همین خیال پریشان است که تا دست می‌دارم به سودای ستاره، از ناودان انگشتانم خونچیکی می‌کند. می‌گویند باران بسیاری باریده است، پس این درخت آتش رویده بر شانه من، یادآور کدام خوشسال است که آب هفت دریا آتشش را مجاب می‌کند. سال‌ها را گم کردم کنار همین خیال پریشان، تو را خود را گم کردم. چقدر سوراخ روی این دیوار است و گوش در دیوار که می‌گذارم، صدای رودخانه می‌آید، صدای بال بال زدن پرندگان، صدای انسان می آید، فریادهای تکی تکی شده. چقدر نام روی این دیوار است و چقدر مثل هم پر گرفتن نام ها، چقدر چهره روی این دیوار است، چقدر سوراخ روی این دیوار است. از کتاب صمیمیت های قارت شده. تندیس هول افتاده روی شهر، تندیس هول افتاده روی شهر، در یارو لکه های خون است، در ایوان گلدان بیگل. سوخته میخواستی مرا، سوختم. باور نمی کنی از همین شقایق بپرس که جنون بودم را در من شعله بر می کند، که من از غرور ستاره تا افتادگی آب یک نفس در هوای تابیدم. سوخته میخواستی مرا، سوختم. به این کاخل سپید بیرد روزهای رفته است که تا سر بر می گردانم، شلال گیسوان است و رپ اسبان که چون می گذرند تنها تلی از خاطره و خاکستر بر جای می ماند. سوخته می خواستی برا، سوختم. و گاه گاه که خسته می شدم، کمانه می کند قامت جهان و کمانه نمی کند عشق که سوخته اما ایستاده. بوی سیب می آید از گلوی پیراهنه، گردش در باغ تند وسوسه هم می کند. خوش می کنند به بهش تراد آغوش می کشد. ای کاش مرزی نبود، می توانستی از این سوی زمین برای آن سو دستی تکان بدهی، بی دغدغه ناگهانی حضور ترس، در کوچه های جهان قدمی بزنی، کلاه از سر برداری، به رهگذری ناآشنا صبح بخیر بگویی، دیوان چای در سلامت فاصله بنوشی، بی واهمه از سیم های خاردار. ای کاش مرزی نبود. تاریکی که سایه می گسترد، می آید از پنجره، از در، از روزنه های خیال،
روی نبض شراب، روی زخم شب، باد از پس پلک یاد می‌زند. در مهتابی تو را می‌جویم، در سپید دمان گندرنه، توی مرد لکات چند ماهی به خواب رفتند، پس پلکت چند رویا ببارد. تاریکی که سایه می گسترد، باد از پس پلک یار می زند. ممنون، سپاس گزارت شد. ممنون. این به هر حال هر موقع من یه جونی گرفتم یه چیزهایی نوشتم و ماحصل این کتاب در اومد. یه بار دیگه تشکر کنم از عزیزانم که در شکلی این کتاب نقش داشتم. نهید عزیز، منصور، سوسن عزیز. چگونه از خود پل بزنم با آن سوی حادثه، توفان تخت پاره های خیالم را به بازی گرفته، رو به ساحل های ناپیدا. مرا به مسلک اینان چه کار، با چشم های تو دنیا را دیدم، به برج های ویران کبوتران خسته، به شمشیر به آتش، به شب که انکار تنهایی بود، وقتی به قد جوانیم شراب در رگ وقت می جوشید. کنار اجاق آتش و ما تنها با چشم های تو زیباست، خیره به راه ها با طوفانی که در من است، کی جلوه می کنی در مسیر وقت های گریز. طوفان تخت پاره های خیالم را به بازی گرفته. گاه یک بوسه معنای بودن، یک نگاه همه زندگی است. میشه برای سوسن عزیزم بخونم. ارتش مژگانت را فرا بخوان، برای فتح دریا و چشمانت ارتش عشق را فرا خواندم. سنگری که سرنوشت این جنگ را رقم میزند، بوس باران لبهای توست. تاریک است که بید بزن، شب را روشن کن، مرا به فهم رویا ببر، از چنگ وهم رها کن، تا در شبم به دیوار فقط نگاهم کن. بیا ترس زانوهایم را بگیر، قلبم را شجاع کن، مرا از این ویرانی رها. دیگر نمیخواهم همسایه بارها و سایه ها باشم. بیا مرا به جنگل باران ببر، به ریشه های زلال آب دریاییم کن. پرندگان از کوها کوچیدن، بوی بارود گرفته. ترابرای نام یک توی درف ها میزن. پرندگان از کوها کوچیدن، روی بارود گرفته. ترابرای یا بریم به مزار ملا محمد جان، سید گل لاله‌زار ملا محمد جان. ذره ذره خاکت مزار، سنگ سنگت مزار،
اسب لنگت را بر آخر کدام قبیل بستی که از چپ و راست زخ خورده تند پوتین سرواز ناتو روی سینت ملا گذاشت دست روی چشم و دهنت مرد سایه انداخته بر سرت ملا عمرها گوش خواباندن به فرصت ناب کرزاها دوادن بر باد وطنت برا برا گرفته بوی خون پرندگان گریختن یا بریم به مزار ملا محمد جان سید گل نازر ملا محمد جان. سلام عرض میکنم خدمت همگی، خسته نباشید. من براتون یه شعر میخونم، ولی خواستم در رابطه با رفیق علی شعر بخونم نمیخونم، ولی یه شعری میخونم. پاییز 77 سال مرگ دو تن از اهل قلم کانون نویسندگان ایران محمد مختاری و زنده یاد محمد پوینده است. ما یه کانون کوچولو داشتیم تو تورنتو، یه بزرگ داشتیم گذاشتیم برای احمد شاملو، از جمله دعوت کرده بودیم از ایران، آقای مجابی اومدن و محمد مختاری. من در برخورد نزدیک ایشون رو که دیدم، نه تنها در حوزه دانش نگاه کردنش به دنیا، به هستی انسان والایی بود، بلکه در حوزه اخلاق به مفهوم واقعی انسان برجسته ای. من چند تا شعر گفتم، از جمله یکی اینه، من براتون میخونم اینه. حالا شامل همه خیلی از عزیزانی که جان دادنم میشه. تنها 10% زیبایی کم داشتم، تنها 10% زیبایی کم داشتم تا محبوب قلبش باشم، که میتپید سوی آوان گریز پا و لایه لایه آتش میخوابید روی دشت، گاه که باد آغوش گشوده بود و شقایق عطسه در دماغ ستاره میکرد. تنها 10% زیبایی کم داشتن وقتی که باد خم میشد روی گلها و سد رنگ بر میداشت و میرفت و میپاشید و هر کجای و دشت و خیال من نیست. پاییز بود و تا یک اتفاق ویران هنوز اندکی شراب به لیوان زمان بود. با بادها که آن همه قوس‌های زیبا، آن همه گل را با خود می بردند رو به دره‌ای که خاطرش از گلوله‌ای که در دور دست شلیک می شد هنوز مشوش بود. گفتم رو به این همه قوس زیبا، رو به این همه گل، آنقدر می مانم یا کامل شوم و یا ویران شوم تا این دره پر شوم. من در رابطه با رفیق علی گفتم بخونمش، اون شب اشاره کردیم دوستمون منو به هر حال برد یه جا دیگه. من سال 53 زندان عادل‌آباد شیراز بودم، نوجوانی بودم اون سالها. به هر حال اومدم این دوستان رو از نزدیک دیدم، این رفقا رو دیدم، ولی به هر حال هر کی یه عطر و بویی داره، هر کی یه طعمی داره، جدا از دانشش نگاه کردنش به زندگی، شما که نزدیک میشید یه احساس فراخوانی میکنید کنار یه نفر. یه نفر به هر حال جدا از اون نگاه کردنش به نظر میام مثلا سمیمتر، یه مقدار انرژی بیشتری باید بذاری باش کنم، ولی علی همراه
راست مثل آب صاف. آدم های بسیار اونجا بودن. من اون موقع هم گرایش خطی نداشتم از این دار، ولی به هر حال شعر بود. خیز از آن همه رگبار که تا دیرگاه بارید، داغ از هنوز پیراهنش و میل سفر در ساک سبورش، با کفش های پیرش جاده را صدا می زنند تا دوباره جوان شود. های کجایی ای صمیمیت غارت شده، که اینجا هر روز کنار عاطفه من کبوتری را سر می برند و سپیده به یادت می لرزد. های کجایی بعد از تو رگبار بسیاری بارید و ما خوشنشین خاطره ها شدیم. ممنون و سپاس گزارم. با سلام گرم به بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون راه کارگر، من ارژنگ بامشاد هستم و در برنامه رویدادهای سیاسی این هفته به پاره نکات میپردازم. واقعیت این است که ما تو شرایطی قرار گرفتیم که تمام این هفته ها وقتی باش درگیر هستیم، اون چیزی که به عنوان محور میشه گفت، مقاومتی که در جامعه وجود داره، حرکتایی که در جامعه وجود داره، سیاست نیروهای اصلی رژیم و قدرت اصلی رژیم در سرکوبی هست که داره به پیش میبره. ما میبینیم که تو این چند روز خب از یک طرف فشار بر دستگیر شده های معلمان خیلی بالاست. مثلا تو همین هفته به خونه عزیز قاسمزاده ریختن، یکی از فعالان صنفی معلمان گیلان. بعد 40 روز 40 و چند روز از دستگیری مرضی امیری، ندا ناجی، کیوان صمیمی میگذره، عاطفه رنگریز، ولی هیچ کدوم از اینا را حتی با قید کفالت آزاد نمی کنن، مدام بر اونا فشار میارن. خبر از این بود که سپیده قلیان از زندان ایبین به زندان قرچک برامین که اونجا خودش یک تبعیدگاه و شکنجهگاست منتقل کردن، و یا مدت ها خود اسماعیل بخشی را بعد از جابجایی های مختلف فشار میارن بهش و حتی بازجویی نمی کنن و مشخص نمیشه که چه وضعیتی داره، یا دستگیری های مختلفی که در مورد فشاری که به کانون نویسندگان آوردن و 18 سالی که دادن، و فشار بر وکلا که امیر سالاری را به خاطر کانال تلگرامی، تشکیل کانال تلگرامی که در اونجا خبر میفرستاد برای موکلین خودش، به 15 سال زندان محکوم کردن و جرایم دیگه که مجموع 30 سال، یعنی 30 سال زندان برای وکیلی که از حقوق بشر دفاع میکنه. اینا نشون دهنده یک سیاست هماهنگ سرکوب هست، یعنی سیاستی که ما بارها این سیاست رو صحبت کردیم، سرکوبی است بسیار هماهنگ، سازمان یافته، چند لایه، پیچیده، و هدفش هستش که این تشکل‌های صنفی موجود را، یا هر نوع تشکل صنفی را که در ایران وجود داره، به اینا قدرتمند هستن، در هم بشکنه. تمرکزش روی تشکل‌های کارگری، تشکل معلمان، تشکل دانشجویان، فعالان محیط زیست، اون عرصه‌هایی که جنبش درش درگیر هست و میخوان این جنبش‌ها را هم بی‌سر کنن، جنبش‌ها را فلج کنن، سیستم ارتباطاتشون را متوقف کنن و تا اونجایی که امکان داره متلاشی کنن این قضیه را. ما وقتی که به سیاست سرکوب این حاکمیت بررسی میکنیم، سیاست سرکوب حاکمیت، با یک نکته روبرو هستیم، به اون اینه که این ساختار سرکوب از چه انسجامی برخوردار هست و چگونه این کار را انجام میدن و چگونه پیش برده میشه. در همین روزها ما میبینیم که در دهمین سال سرکوب خشن جنبش ضد استبدادی مردم در 88، 3 فیلم منتشر شده. آقای شاهد علوی از خبرنگارایی که تو آمریکا هستش 3 فیلم دریافت کرده، خودش توضیحات مختلف اینجا اونجا داده در مورد این فیلم‌ها، یعنی فیلم سردار جعفری فرمانده سپاه، حسین طاهر که امروز رئیس سازمان اطلاعات سپاه است،
و سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه، که اینها تو این فیلم هایی که درونی بوده توضیح میدن که چگونه اون جنبش ضد استبدادی رو سرکوب کردن و چگونه تلاش کردن که خط حاکم که اسمش از خط حفظ انقلاب را پیش ببرن، که در اونجا خیلی سرراست مشخص میکنن که وقتی که مردم میان وارد شکاف هایی درون حاکمیت میشن و سعی میکنن از این شکاف ها استفاده کنن، یک مرتبه اینا متوجه میشن که اوضاع داره دستشون در میره. یعنی حضور مردم حتی در سطح یک انتخابات که بین دو جنا میان این حرکت اعتراضی رو انجام میدن باعث شده بود که اینا وحشت بکنن، به اون وحشت باعث شد که بیان به اصطلاح خودشون 10 میلیون رأی خاموش به نیابت از مردم خودشون جابجا کنن اینجا اونجا، و بعدم میگن که نه این رأی خاموش بوده مردم ریختن، در حالی که خیلی جا مشخص بود که یک تقلب آشکار است. ولی اینکه اون حادثه چی بود به نظرم نمیخوام وارد اون بحث اون حادثه بشم، ولی میخوام بگم که در اینجا خود این فیلم ها نشون میده که ساختار قدرت چگونه هست و ثبات هایی که اینا میکنن. به این معنی است که در جمهوری اسلامی نهادهای انتخابی نهادهایی هستند که بیشتر به مثابه برگ انجیری هستند بر قدرت بیمهار ولی فقیه. خب ما همین روزا شاهد 30 سال ولایت خامنه ای هستیم، یعنی 30 سال تمام قدرت در دست اون هستش، و تو این 30 سال چگونه تونسته برخورد کنه با وقتی که مردم در 2 خرداد نماینده ولی فقیه را بهش رأی ندادن و یک مخالف را رأی دادن که خاتمی اومد رو کار، دیدیم که در اونجا چه حوادثی اتفاق افتاد که خود خاتمی چندین بار میگفت که من هر روزی 8 تا 9 تا بحران روبرو بودم و آخر سرم گفت که من تدارکاتی بیش نبودم. همه قدرت جای دیگه است، یعنی اون چیزی که در اونجا مطرح هستش. یا وقتی که اینا احمدی‌نژاد رو کار آوردن و یا تو این تقلب 88 و اون جنبش ضد استبدادی 88 رو سرکوب کردن، که یدالله جوانی گفته بود بعد از سرکوب که ما تا 30 سال بیمه شدیم و از این خوابای خوش برای خودشون دیده بودن، ولی میبینیم که یعنی اونجا هم میبینیم که چگونه اون قدرت اصلی یعنی قدرت بیت تحت رهبری، که حالا همه صحبت از این هست که تحت رهبری مجتبی خامنه ای هست، و اطلاعات سپاه که حالا قدرتش خیلی مافوق شده و اون سازماندهی که داره میکنه. دیدیم که تو مورچینی هایی که خامنه ای داره تو این دوره میکنه خب خیلی روشن هستش که حتی برای بعد از خودش، برای بعد از جانشینی خودش و بعد از مرگ خودش هم داره یک سازماندهی خاصی میکنه که اون قدرتی که دست قدرت بیت هست یا اون قدرتی که خودش نماینده اون هستش یا اون جناحی که بیشتر خودشون جناح انقلابی میدونن و پرچمدار اون جناح هستن، چطوری سازمان یافته بشه ببره. دیدیم که یک مرتبه تو این مورچینی هایی که دارن مطرح میکنن وزن وزارت سازمان اطلاعات سپاه را خیلی بالا بردن نسبت به اطلاعات دولت و سعی کردن اون اطلاعات کمرنگ بکنن. ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام رو دادن به صادق لاجانی که از مهره های نزدیک به نوچه های خود خامنه ای هست. ریاست قوه قضاییه رو دادن به ابراهیم رئیسی که باز هم از تربیت شده های خود خامنه ای هست. یعنی یک مورچینی آشکاری داره صورت میگیره برای بعد از اون قضیه. بنابراین ما با یک حاکمیت روبرو هستیم که این حاکمیت تمام قدرت در دست بیت هست، دست ولی فقیه هست. ساختار قدرت، ساختار شبکه های امام جمعه ها که هستن که خیلی جاها در مقابل استانداران نقش بازی میکنن و نمیذارن استانداران کاری بکنن. دیدیم که تو اینجا اونجا حتی مجوزایی که وزارت ارشاد برای کنسرت ها میده اینا لغو میکنن، راحت به هم میریزن. یا اون نیروهای آتش به اختیاری که میفرستن و مردم ها زیر سرکوب قرار میدن، یا مثلا اون سیاستی که در اصفهان به کار برده میشه، اون اسید پاشی هایی که زیر نظر امام جمعه مطرح میشد و بعدا حالا که حتی قانون اسید پاشی دارن مطرح میکنن و میگن قانون حتی حکم اعدام صادر خواهند کرد برای کسی که اسید پاش باشه، تذکر میدن در اونجا کسی که قصد چیز داشته باشه، قصد توهین یا ترسوندن یا ارعاب داشته باشه، خب اون موقع کسی که برای نهی منکر امر به معروف و نهی از منکر کرده باشه از این قاعده خارج میشه. یعنی تمام این سیستم سیستمی است که متکی به ولی فقیه هستش، و این سیستم متکی به ولی فقیه هستش که تمام ریشه این بحران هاست. و اون بحثی هم که حتی در درون اصلاح طلب ها میشه که ما در انتخاب شرکت کنیم نکنیم، مردم میان نمیان، و چند روز پیش حتی محمد خاتمی گفته که اگر تغییرات اساسی تا تابستون صورت نگیره انتخابات امسال هر کس هم دعوت کنه کسی شرکت نخواهد کرد،
نشان دهنده از یک واقعیتی است که این ساختار قدرت ساختاری است که از درون اصلاح پذیر نیست و تمام تلاشی که اصلاح طلبان میکنن، بحثا و جنگ های زرگری که میکنن، همش بر این مدار هست که گویا امکان اصلاحات هست. خب خیلی هم با براندازی مخالفت میکنن. خب روشنه که براندازی وقتی اون بخشی از براندازانی که رژیم چنجی ها هستن و متکی به قدرت خارجی هستن و با تبلیغات اونا میان از تحریم دفاع میکنن، از جنگ دفاع میکنن، واقعیش اینه که خب اونا منفور مردم هستن و اصلاح طلبان با وضعیتی که این نفرتی که مردم از اینا دارن سعی میکنن سوار بشن روی این قضیه که نه رژیم اصلاح پذیر است. نه، واقعیت این ازش که رژیم اصلاح پذیر نیست. بنابراین چرا پس اون سوالی که الان مطرح میشه که چرا رژیم تو چنین شرایطی اینقدر سازمان یافته میاد روی خسته سرکوب سوار شده، چرا؟ این علتش چیه؟ من وقتی که اشاره کردم به اون فیلم هایی که نشون دهنده اون جنبش استبدادی 88 هست و سیاستی که سپاه بسیج به بیت در اون رابطه داشتن با این روز، یک نکته را بایستی در اینجا دید و به نظرم اون تحول را اگر ندونیم و نبینیم ممکنه تحلیل هامون به اشتباه بریم. و اون این هستش که جنبشی که امروز از 96 تا حالا ما باش روبرو هستیم، تفاوتش با جنبش 88 در چی است؟ آره، جنبش 88 یک جنبش ضد استبدادی بود که حول رأی منکوس سازماندهی شد و رهبری اون جنبش به دست یک جریان اصلاح طلبی بود که در درون حاکمیت بود و اونا به تدریج فتیله حرکت را کشیدن پایین، کنترل کردن و همسو شدن به حاکمیت. یعنی اون نگرانی که حاکمیت داشت برای اینا سنگین ترین جنبش مردمی علیه خودش میدونست تا با کمک اصلاح طلبان با کمک همکاری و همدیگه به شکلی اونا کاهشش دادن و سعی کردن که جنبش فتیله جنبش بکشن پایین. ولی امروز اینا با یک جنبشی روبرو هستن که این جنبش جنبش رأی منکون نیست، جنبش حق منکوست، جنبش مطالباتی هستش که حول خواستهای مشخصی داره صورت میگیره. یعنی وقتی که معلمان میان از آموزش رایگان و آموزش کارآمد صحبت میکنن، یک شعار بسیار سرراست و حق قانونی خودشون مطرح میکنن و متکی هم هستن که به اینکه این حق توی قانون اساسی هم هست. یعنی اونا نمیتونن اینا رو متهم کنن که شما یک شعارهای ضد قانونی دادین یا ضد انقلابی دادین. یا وقتی که کارگران مطرح میکنن که ما مخالف خصوصی سازی هستیم، در حالی که سیاست رسمی نظام و حکومت همشون، یعنی هم دولتی ها هم ولایتی ها، همشون بر سر سیاست خصوصی سازی خیلی سرراست وایستادن و اونا قبول دارن تو این رابطه، کارگران مخالف هستن چون نمونه های زیاد دیدن که این خصوصی سازی باعث نابودی کارخونه ها شده، باعث نابودی فرصت های شغلی شده، مدام اونجا رو بستن و تبدیل کردن به زمینش رو فروختن، برج سازی کردن به جای اینکه کارخونه رو اداره کنن، چندین هزار نفر رو بیکار کردن، یعنی چندین هزار خانواده نابود شدن تو این رابطه. یا وقتی که دانشجوها میان مثلا از خواستهای خودشون مطرح میکنن، یا زنان که از برابر حقوقی خودشون مطرح میکنن، از حقوق خودشون اینجا اونجا دفاع میکنن، خب این جنبش یعنی خواستهای بر حق را مطرح میکنن. ما نمونه مثلا خواستها را، خواست دفاع از محیط زیست یا دفاع از حقوق حیوانات را میبینید چقدر برجسته شده تو ایران. بنابراین این مجموعه خواستها را وقتی ما در کنار هم میگذاریم، با این پدیده رو میشون که خاص امروز مرد، تفاوت خاص امروز مردم ایران جا اون جنبشی که داره شکل میگیره با تفاوت 88 در اینه که امروز مردم ایران نمیخوان، میگن نمیگن رأی منکو، میخوان انقلاب خودشون، انقلاب دزدیده خودشون، اون انقلاب 57 که انقلابی بود که علیه استبداد شاه، علیه سلطه سرمایه و علیه سلطه امپریالیسم بود، همین انقلاب میخوان پس بگیرن دوباره. ما در تمام بیانیه هایی که تشکل‌های صنفی یا فعالان صنفی یا تشکل‌های مختلف بخش‌های مختلف صادر کردن تو این از 96 به این وقت، خیلی سرراست می‌بینیم که همه جا خیلی روشن گفتن که ما با استبداد مخالفیم، چه استبداد شاهی چه استبداد شیخی، تفاوتش چیز مطرح کردن. ما خواهان اون خواست‌هایی هستیم که بیان واقعی میل مردم برای تعیین سرنوشت خودشون باشه، برای اینکه بتونن جامعه ایران که یک جامعه بسیار ثروتمند است، 10% منابع زیرزمینی و طبیعی در ایران هست، در حالی که ایران 1% جمعیت جهان را داره، ولی این کشور فقیری شده الان. اونا میخوان به دست بگیرن خودشون. وقتی به چیزهای مختلفی رو مطرح میکنن، خواستهای مختلفی رو مطرح میکنن، یعنی دفاع سرراست از محیط زیست، خواست آموزش رایگان، خواست بهداشت رایگان، مجموعه اینا چیزایی هستش که
بیان یک جنبش مطالباتی قدرتمند هست برای پسگیری انقلاب خودشون، یعنی اون انقلابی که بتونن از اون انحرافی که درش ایجاد شده، انقلابی که در جهان به عنوان نقطه عطف، یعنی بعضی تحلیلگران میگن سال 1979 یک سال تحول بزرگی در جهان است که یکی از کلیدی‌ترین تحولات در اون سال انقلاب ایران بوده، یعنی انقلاب رهایی بخشی بود که خواستهای بسیار برجسته‌ای داشت، ولی این انقلاب توسط یک نیروی ارتجایی تحت رهبری نیروی ارتجایی قرار گرفت، منحرف شد و تبدیل شد به یک ارتجاع که 40 سال داره منطقه ما را نابود میکنه. بنابراین مردم ایران امروز که دارن تلاش میکنن، تلاششون برای این هستش که بتونن یک انقلاب متکی بر خواستهای خودشون برای تعیین حق سرنوشت خودشون و برای ایجاد شرایطی که بتونن به صورت برابر با هم زندگی کنن و با همسایه‌های خودشون زندگی کنن، به یک منطقه‌ای را که منطقه‌ای است که بر دریای نفت و گاز هست، این منطقه را از این فقر و بدبختی و جنگ نجات پیدا کنن. بنابراین این اون چیزی هستش که رژیم به شدت وحشت میکنه ازش. اون نکته هم هست که چرا این سرکوب همچنان گسترده پیش میره، برای اینکه این جنبش جنبشی نیست که به این کارا بشه سرکوبش کرد. ما مثلا ببینید تو همین هفته روز دوشنبه 20 خرداد شاهد اعتراض گسترده بازنشسته ها هستیم در جلوی صندوق بازنشستگی، یا شاهد این هستیم که تا حالا در این یک هفته نزدیک 2000 نفر امضا کردن اون بیانیه فراخوانی را که در حمایت از محمد حبیبی شکل گرفته، که خوان هستن که چرا وزارت آموزش پرورش میخواد اونو از کار منفصل کنه، یعنی اون فعال صنفی را که از تنها چیزی که مطرح کرده گفته ما آموزش رایگان میخوام، آموزش کارآمد میخوام، از حق دانش آموزای خودش دفاع کرده، بردنش زندان میخوان از خدمتم لغو بشه، یعنی انفصال خدمت براش بنویسن تو این رابطه. خب این اعتراض وقتی 2000 نفر میان امضا میکنن و ادامه داره این امضاها، نشون دهنده است که 2000 نفر با اسم و رسم خودشون وارد شدن، گفتن ما میخوام از این دفاع کنیم. و تو این تو ایران تو فضای امروز ایران نشون دهنده یک شجاعتی هستش که تو اینا وجود داره، این شجاعت بسیار بالایی است که میان وای میستن از این قضیه و دفاع میکنن از این قضیه و با اسم و رسم خودشون، یعنی نیست که مثلا تو به یک گروه رفتن تو یک جا تظاهرات کردن تا مثلا نیروهای سرکوب بدن فرار کردن، کسی هم نمیدونه کی هست کجا هست از این حرفا، نه آدمهایی هستن با اسم و رسم میان وای میستن دفاع میکنن به تو این شرایط. و یا اون کسایی که مثلا کارگرایی که میرن زندان برمیگردن خیلی سرراست مطرح میکنن و خیلی از این زندانیا رو رژیم فشار میاره که شما بیا برین خارج، میخواین دار از کشور خارج بیرون بفرسته برای اینکه اونجا رو بی اثر کنه، ولی اونا وایسلا میگن نه ما میمونیم تو همین کشور با همین فشارها با همین سختیهایی که در اینجا هست. خب این نشان دهنده یک جنبش قدرتمند است که در پایین جامعه است. یا ما در شرایط دیگه میبینیم که با یک جنبش گسترده دفاع از محیط زیست روبرو هستیم، تشکل‌های مختلف محیط زیست در جاهای مختلف، مثلا نمونهش در بهبهان بود که مردم اونچنان فشار آوردن که دادستان بهبهان مجبور شد بره تمام اون حصارهایی که به زمین خاران بسته بودن دور بعضی از مناطق به هم بریزه، بگه تعطیل کنید برید. دا اینقدر این مسئله محیط زیست گسترده شده که به تازگی آقای محمد درویش خبر داده بود که بخش‌هایی از بسیج و سپاه وارد شدن که روی پنل‌های خورشیدی و چگونگی انرژی خورشیدی می‌خوان سرمایه گذاری کنن، یا فرمانده ارتش نامه نوشته به بخش راهبردی ارتش که شما مشخص کنین که ارتش در رابطه با حفاظت محیط زیست چه کارهایی میتونه انجام بده. یعنی اینکه جنبش محیط زیست اونقدر قدرتمند است که رژیم مجبور کرده، بخش‌های مختلف رژیم مجبور کرده که در مقابل اون جاهایی که تخطی میشه یا تعرض میشه به محیط زیست وایس تو این قضیه، یا حتی بخش‌های نظامی رژیم میان سعی میکنن که از محیط زیست دفاع کنن یا خودشون مدافع محیط زیست نشون بیدن، نشون دهن این وضعیتی هستش که ما درش قرار داریم، وضعیتی که جنبش از پایین یک جنبش قدرتمند هست. یعنی جنبش 96 به این بر یک جنبش قدرتمندی است که گام به گام خودش رو تو زمینه‌های مختلف داره مطرح میکنه و یک شعارهای خودش رو یکی مطرح میکنه، مثلا شعاری مثل دفاع از محیط زیست و احترام به محیط زیست و اینکه این کشوری را که شما نابود کردید، کشوری است که جنگل‌های زاگرس رو نابود کردید، نمیدونم منابع آبیش رو تا 90% مصرف کردید، خاکش رو به کشورهای همسایه فروختید و رودخانه‌هاش رو نابود کردید که این سیل تا بهار امسال اونچنان ضربات به مردم زد، خب این باز پاسخگو باشه اینا. مردم میخوان اینا رو پاسخگو کنن تو این رابطه. یا در زمینه آموزش که اینها اومدن بخش گسترده‌ای از آموزش کشور خصوصی کردن، دادن به واحدهای خصوصی و حتی میان بر سر اینکه نمیدونم باغات اونجا و زمین‌هاش مثلا بفروشن به
تر مطرح میکنن که ما کمبود بودجه رو از طریق خصوصی سازی پیش بریم، نشون دهنده اینه که غارت در اینجا صورت گرفته، این حتی در زمینه آموزش. یا بستر بهداشت وقتی مطرح هستش و چه بلای سر بهداشت آوردن که حتی وزیر بهداشتش استفاده گفت شما همین طرحی رو که نیمه کاری که ما خودمون کردیم نمیخواد اجرا کنید. یا اون چیزی که بر سر صندوق بازنشستگی آوردن، اصلا اخباری که در رابطه با صندوق بازنشستگی از وقتی مطرح میشه اونچنان تکون دهنده است، میگن چیزی در حدود 180 هزار میلیارد تومان از صندوق بازنشستگی دولت برداشت کرده و پس نداده. حالا از اون ورم میگن که خود این صندوق ها چیزی در حدود 39 تا 40 هزار میلیارد بدهکار هستن به بانک رفاه. اون پولم بوده که پولی بوده که این از اینجا صندوق برداشت شده، از بانک رفاه قرض گرفته داده به صندوق چی، به بخش بیمه سلامت. یعنی حتی بیمه سلامت هم دولت به جای اینکه بودجه مشخصی از خودش بذاره انداخته گردن صندوق بازنشستگی، از پول کارگران، از پول بازنشسته ها، از پول اونا برداشته. یعنی اینجا ما با یک غارت روبرو هستیم. بنابراین اینا نمونه هایی است که دیگه امروز نمیتونن در مقابل مردم حرفای اضافی بزنن. یعنی فاکت هایی هست که این فاکت ها روز به روز مطرح میشه، مثلا اون دزدی هایی که در، یا مثلا پرونده هایی که در مورد شهرداری تهران هست که در 12 تا پرونده یه فساد، دزدی یا اختلاس وجود داره، دادن به قوه قضاییه، قوه قضاییه حتی یک دونهشو بررسی نکرده. اینا چیزهایی است که از چشم مردم دور نمیمونه. یعنی اون چیزی است که بنابراین این جنبش، این جنبش قدرتمند داره خودشو مطرح میکنه، میاد بالا و میگه من این خواستا رو دارم، به این مسائل دارم. این چیزی هستش که باعث وحشت شده در درون حاکمیت و اونا سعی میکنن که با فشار سرکوب این قضیه رو مطرح کنن. از اون ورم این مسئله رو میخوام بررسی کنم و مطرح میکنن که آره ما زیر تحریم هستیم. آره تحریم هستید، خب شما سیاست هایی رو به کار بردید که این سیاست ها اولا نمیذارید مردم دست با دست باز وارد بشن و در این رابطه از امکانات خودشون، از مجموعه توانایی خودشون برای مقابله با تحریم استفاده کنن، دست مردم بستید. از اون ور با سیاست هایی که ماجراجویی های منطقه یا اون حرافی ها و رجزخانی های علیکی یا پرچم آمریکا آتیش زدن درگیر شدید با یک جریان هار فاشیستی مثل ترامپ که این همسو با بن سلمان و نتانیاهو میخواد ایران رو نابود کنه و شما هم دارین به اون آتش تبلیغات اونها هی بنزین میپاشید. خب وایسین رو اون قضیه بگین که ما میخوایم مذاکره کنیم، اون چیزی که الان هست. مثلا الان نگاه کنید جنایی مثل جنای همین بیتی ها که بیشتر سخنگوشون کیهان هست مطرح میکنه که چرا نمیشیز و آب بیاد ایران، چرا هایکو ماس بیاد ایران، چیکار میخوان بکنن، اینا کاری نیستن و بر سنگ این میکنن که برجام پاره کنیم بریزین دور درگیر بشیم. خب یعنی اینکه بعضی بدبختر بشن، برای اینکه اینا طرفدار کاسبان تحریم هستن، ممکن فضایی میخوان درست کنن که تو این فضا غارت کنن، فضایی میخوان درست کنن که هر مخالفی رو به عنوان مخالف نمیدونم اینکه صدای آمریکا سرکوب کنن. این اون جریانی هستش که هست. یعنی نمیخوان از یک طرف، یعنی حتی اون جریانات در درون حاکمیت که به این نتیجه رسیدن که فضا بسیار بحرانی است از نظر اقتصادی، وضعیت خراب، مردم فشار، یعنی کارد به استخونشون رسیده و تلاش میکنن که به شکلی ماجرا را ختم به خیر به اصطلاح خودشون بکنن، میبینیم اون جنای حاکم، جنای مسلط رفته رو این خط مقاومت، اون مقاومتی که خامنه‌ای مثلا با اون درک های سلفیستی که از سید قطب داره و از اون مسائلی که دیدگاه هایی که داره در مورد استکبار، با اون دیدگاه ها میخوان جامعه رو چکار کنن، ببرن به سمت نابودی. یعنی درگیر بشن با یک جریان فاشیستی مثل ترامپ، سیاستی که اونها دارن که اونا سیاست خاص خودشون دارن و این اون چیزی هستش که تحریم های گسترده تر میشه، فشارها سنگین تر میشه و دیدیم تو این تحریم هایی که داره آمریکا میکنه به عنوان قدرت مسلط اقتصاد جهان و به خاطر نقش قدرتمندی که دلار داره، نه تنها اروپا، نه تنها چین، نه تنها روسیه، نه تنها ژاپن، هیچ کدوم نتونستن در مقابل این وایسن. یعنی اون حرفی که بعضی از سیاستمدار ایران میزنن که میز سوالات ما روی میز اروپایی هست، حق دارن بگن، برای اینکه اروپا کاری نتونسته بکنه. بنابراین ما تو چنین وضعیتی هستیم که در چنبره فشار خارجی، تحریم ها و یک حاکمیت به شدت ضد مردمی و فاسد و چپاولگر و سرکوبگر روبرو هستیم. راهی جز همین چیزی که مردم در پیش گرفتن نیست. یعنی هر چه بیشتر متحد شدن، هر چه بیشتر متشکل شدن، سازمان یافته‌تر شدن، دفاع قاطعانه تر از رهبری خودشون یا سازماندهی رهبری های جمعی برای مقابله با این وضعیتی که درش قرار داریم، و از این طریق هست که میشه این جنبش را گام به گام، قدم به قدم پیش برد و در مقابل این سیاستی که اینا دارن، سیاست سرکوبشون، مقاومت کرد و فضای ایجاد کرد که مردم بتونن حقوق، مطالبات خودشون و حتی انقلاب دزدیده شدهشون رو پس بگیرن و یک انقلاب شکومن برای اینکه سرنوشت این کشور دست مردم خود کشور در همه عرصه‌ها بیفته
پیش ببرن. این اون چیزی است که راهی است که در پیش گرفته شده و امیدواریم که این راه با استواری پیش بره. پیروز باشید.